ازدواج پسر افغان با یک دختر برای رفتن به امریکا. با من رضا پور کنشید نکسون پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکسون پلاس خوش آمدید. فرید جوانی 22 ساله بود و در شهر مزار شریف زندگی میکرد. سرشار از انرژی و مست جوانی بود. در یک از مارکت های شهر دکان لباس فروشی داشت. بر اثر تاکید خانواده و همچنین اشتیاق خودش تصمیم داشت تا ازدواج کند. او نمیخواست دختران قومیشان را بگیره و حتی دوست نداشت از شهر خودشان زن بگیره. او همیشه به دوستانش میگفت که من از خارج زن میگیرم تا من هم خارج بروم. او رویای عجیب برای زندگی در اروپا و امریکا داشت. از قضا روزی یک دوستش برش میگه که خاله نرگس با دو دختر جوانش از امریکا چکر آمده. دخترایش خیلی مقبول است. بگی بچه یکش خواستگاری کو، هر دویش مجرد هستند. گپ دوستش تمام نشده که شوق سفر به آمریکا به سر فرید زد. دکان لباس فروشیش را آن روز وقت‌تر بسته کرد و با هیجان به طرف خانه آمد. در خانه به مادر و خواهر کلانش گفت که خبر دارین که خاله نرگسشان با دو دختر کلانش از آمریکا آمدند؟ مادر فرید گفت بله بچه‌م، خبر دارم. خاله نرگس از خارخواندهای سابقم است. مگم حالی کمی مودکی شده. اما میگن دخترایش مقبول است و فردا با خاله شگوفه به زیارت بر روضه شریف میرن. فرید با شنیدن اینکه آنها فردا بر روضه شریف میرن خوشحال شد و تا فردا لحظه شماری میکرد. فرید جوانی ساده، مست، با قد میانه و شانه های بردار بود. موهایش را همیشه ژل میزد و یک بغل شانه میکرد. دوست داشت لباس های یخندوزی بپوشه. خیلی خوشباور و هیجانی بود. فردای آن روز فرید برادرش را در دکان شاند و خودش به چهارباغ روضه رفت تا منتظر آمدن خاله نرگس با دخترانش شود. خاله نرگس دو دختر داشت. یکی شبنم و دیگری شهلانم داشت. شبنم نسبت به شهلا بزرگتر بود. شبنم لاغر بود و به اندام خود رسیدگی میکرد. کمرش باریک، موهایش تا کمرش دراز بود و با ناز و ادای هوس‌انگیز حرف میزد. کمی خجالتی بود. رنگهای سفید و گلابی را دوست داشت. کوشش میکرد که با رنگ لباس و دسکولش لبسرین بزند. عطر مورد نظرش گوگی بود. خاله نرگس مادر شبنم خیلی دوست داشت تا از وطن پسری را برای دخترش انتخاب کند. فرید همان روز در روضه شریف شبنم، مادر و خواهرش را دید. مادر شبنم با یک خانم دیگر یک جا روضه آمده بودند. آن زن خاله شکوفه نام داشت و همیشه لباسهایش را از دکان فرید می خرید. فرید چون ساده لوح و خوش باور بود، خود را نزدیک آنها کرد و سلام داد و ناخ ناخ کوشش میکرد تا با آنها گپ بزنه. شبنم چون در امریکا بزرگ شده بود چندان توجهی به فرید نکرد و متوجه پرواز کفترهای سخیجان بود. فرید خاله شکوفه را گفت خاله جان شما را کمی کار دارم، اگه کمی گوشه شوین. بعد به خاله شکوفه گفت که خاله جان امی زنکه را بگوین که دخترش به من نمیته. خاله شکوفه چون یک خانم شوخته بود با خنده گفت که همی لحظه میگم فرید بچم. اگر میداد اگر باشن خود تو بچه را از کجا میکنن؟ خاله شکوفه این موضوع را به خاله نرگس گفت و اول کمی هر دو خندیدن. بعد خاله نرگس گفت که یک بار مادرشان روان کو باز گپ میزنیم. فرید تا این گپ شنید خیزک و جمپک زده خانه رفت و با جیغ و فریاد به مادر خود گفت که
مادر، گپ حل شد، گپ حل شد. امریکا مرون بخیر، امریکا. مادرش گفت چی شده بچم؟ چی شده که ای تو مست شدی؟ فرید گفت گپ کم کو که امشب آماده شو که بریم خواستگاری. مادرش گفت حالی بچم گپ بگو خواستگاری کیو کجا؟ فرید قصه را خلاصه بیان کرد. شب مادر فرید با خاله شگوفه یک جا خانه شبنمشان رفتند. مادر شبنم چون در جامعه امریکا ادغام نشده بود و هنوز بوی و خوی مزار در سرش بود، بدون ای که با شبنم مشوره کنه برای مادر فرید گل داد و قبول کرد. شبنم وقتی از این قضیه خبر شد خیلی ناراحت شد و به مادرش گفت مامی من فعلا نمیخوایم. مادرش گفت بس بچم، ما رسم و رواج نداریم که دختر ما جوان شد و مجرد باشه. خیش و قوم ما یک گله گپ کد میکنن. خلاصه مراسم نامزدی را سرشته کردن و بعد از 2 هفته ازدواج کردند. اما فرید در شب عروسی و شبهای بعد آن رابطه جنسی با دختر برقرار نکرد. آن هم با مشوره یک دوست مثل خودش ساده لوح دیگر که گفته بود بگذار بسته باشه، اگر راهش باز شوه باز امریکا میره و تا وقتی که تو را میخواه با کس دیگر رابطه نگیره و به تو خیانت نکنه. این فکر احمقانه مورد قبول فرید قرار گرفته بود. البته برای دختر بی‌تفاوت بود چون او در امریکا کلان شده بود و چشم سیر بود. 2 هفته بعد از عروسی شبنم با خانوادهش به امریکا رفت. آنجا در امریکا زیر فشار مادرش تلاش کرد تا کارهای آمدن فرید را نیز به زودی تمام کند. چون شبنم کارمند دولت بود و تحصیلات عالی و درآمد بسیار بالا داشت، توانست در ظرف 6 ماه برای فرید ویزه ازدواج بگیرد. فرید 6 ماه بعد با هیجان و احساسات تمام به طرف امریکا پرواز کرد. هواپیما ساعت 4 دیگر در میدان هوایی نیویورک فرود آمد. فرید وقتی از ترمینال بیرون شد دید که تنها خسر برش خیبر منتظر اوست. بعد از احوالپرسی فرید پرسان کرد که شبنم کجاست. خیبر گفت فرید جان او سر کار بود، یک بار بریم خانه باز قصه میکنیم. وقتی به خانه شبنمشان رسیدند برای فرید نان و چای آوردند. شب شد و اما از شبنم خبری نشد. بالاخره فرید حوصله‌اش به سر آمد و گفت کجا زنیم؟ چرا از ما پوت میکنین؟ آخر ما خود نکاح کردیم، عروسی کردیم، چرا میشرمه؟ یک بار مادر شبنم آهی کشید و گفت فرید بچم گپ شرمم نیست، اینجا امریکاست، از شرم خبری نیست. ما زیاد کوشش کردیم که شبنم را راضی کنیم تا با تو زندگی کنه، اما او با یک پسر دیگر رابطه داشت و نتانست با او رابطه خود قطع کنه. کارهای دعوت کردن تو را هم به خاطر فشار ما کرد. فرید گپ خاله نرگس قطع کرد و گفت خیمه را به خاطر چه اینجا خواستین؟ خاله نرگس گفت بچه به خاطر ای که ما فکر کردیم که شبنم نظرش تغییر میکنه و به تو علاقمند میشه، اما نشد. از دیشب که از خانه رفته تا حال نامده و پیام داده که پیش دوست پسرش است. فرید با شنیدن این گپ ها خوشحالی آمدن به امریکا به غم برش تبدیل شد. شبنم از قبل با یک پسر عرب رابطه داشت و بارها خانوادهش را تهدید کرده بود که اگر مرا به فرید بتن من خانه را ترک میکنم. رابطه شبنم با دوست پسرش قبل از اینکه آنها به افغانستان بروند برقرار بود. فرید شب را با تاب و پیچ و حسرت فراوان سپری کرد. فردای آن روز سر صدا انداخت که من شکایت میکنم به دولت که چرا زن مردم را اینجا فرار میتن. خسروبر فرید خنده کرد و گفت که فرید جان موضوع فرار دادن نیست، او خودش به دلخواه خود رفته و تو را قبول نداره، اینجا امریکاست و هر کس اختیار خود داره. وقتی شبنم از سر صدای فرید خبر شد برایش اخطار داد که اگر آرام نشوی و ما را ترک نکنی با دولت شکایت میکنم و تو را دوباره دیپورت میکنم. همینجا بود که فرید آرام شد و در فکر ماندن در امریکا و ساختن زندگی جدیدش شد. یک هفته بعد آن اندیوال فرید که برایش مشورت داده بود تا قبل از رفتن به امریکا رابطه جنسی نگیرد برای فرید زنگ زد و جویای احوالش شد. بعد فرید قصه را برایش کرد. اندیوالش با خنده برایش گفت او ظالم، چرا در این مزار کدش هم بستر نشدی؟
البته عمو خوشش نامده که تو را ایلا کردن. فرید با چند دو و دشنام به اندیوالش گفت که چوب لوده، من مشوره تو را کردم، خود خراب کردم. واسخت شدیم. فرید 3 ماه در امریکا به کمک خیش و قومش با یک دختر دیگر آشنا شد. اما این بار پیش از آن که نکاح و عروسی کند رابطه برقرار کردند تا مبادا این هم فرار نکند. فرید اکنون در ایالت ویرجینیا امریکا زندگی می کند و صاحب 2 فرزند است. شبنم نیز رابطهش با آن دوست پسر عربش برهم خورده و فعلا با دوست پسر جدید که کولومبیایی است یک جا زندگی می کند. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما، چنل یوتیوب Next One Plus را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.